خیلی فکر میکردم که با چی شروع بکنم، بالاخره اول ترم و یکم هم جذابتر باشه، هم پایه‌تر باشه، هم یه جوری میمون و مبارک باشه شروع کردنش. گفتم که برم به در واقع سابقه علم علوم اعصاب شناختی اشاره کنم و فکر کردم که بالاخره این سابقه به کجا برمیگرده، از کجا این داستان شروع میشه. دیدم واقعا از داستان آدم و حوا به نظر میاد که علوم اعصاب شناختی شروع میشه، یعنی ما بحث علوم اعصاب شناختی رو انگار از داستان آدم و حوا داریم. چرا از داستان آدم و حوا شروع میشه بحث علوم در واقع علوم اعصاب شناختی؟ اشاره خواهم کرد که ماجرا چیه و برگردیم. اگه بخوام داستان آدم و حوا رو تعریف بکنیم، شما بالاخره همتون یه حضور ذهنی دارید که بالاخره آدمی بوده و حوایی و یه درختی و یه سیبی و یه حالا بالاخره حوایی که آدم رو ترغیب میکنه که سیب رو بخوره، یا اینکه نه الان در واقع به نظر میاد که تعالیم دینی اسلامی حداقل این شکلی که بیشتر خود آدمه، مشکل اصلی با آدم بوده، آره، تا حوا و اینها، بالاخره یه همچین سابقه وجود داره. اگه بخوایم برگردیم به قرآن یه جوری متبرکم بکنیم کلاسمون رو ابتداش، ببینیم تو قرآن چی گفته. تو قرآن از تو سوره، دو تا سوره ما داریم که راجع به آدم و حوا راجعش صحبت شده، که سوره بقره هستش آیه 35 اشاره میکنه به این که شما میتونید آدم و حوا برید روی سطح زمین و سکنا روی تو این در واقع بهشتی که بوده سکنا بگیرید و هر چی که میخواین بخورید و از هر چی که میخواین استفاده بکنید، فقط این درخته رو خلاصش بیخیال بشین، سراغ این درخته نرید. و خیلی هم بحثه که حالا این درخته چی بوده. تو قرآن هم اشاره نکرده که درخت سیب بوده یا درخت دیگه بوده، طبعاً تفاسیر مختلفی روش وجود داره. بعضی وقتا میگن مثلا یک نوع گندم بوده، چیزی شبیه به این. ولی نکته جالبی که وجود داره اینه که اشاره میکنه که شما از همه اینها میتونید استفاده کنید، همین یه دونه رو لطفاً استفاده نکنید. قرار بوده از بین مثلا همه گزینه‌های موجود یکی از گزینه‌ها استفاده نشه. و بعد توی سوره طه ما اینو داریم که یه جوری شیطان میره سراغ آدم و سراغش میره و میگه که بیا چیکار کن، بیا این خیلی چیز خوبیه و این درخته به نظر میاد که خدا گفته استفاده نکن، یه چیز خیلی خیلی خوبیه که گفته استفاده نکن، برو سراغش و از این شجره الخلد استفاده بکن و به نظر میاد که برای تو بالاخره جذابیت جدی خواهد داشت. و انسان میره سراغ این در واقع شجره و ازش استفاده میکنه، یعنی در یک شرایطی انتخاب میکنه که بیاد و اون لذته رو یا اون وسوسه رو سراغش بره. و نکته جالبی که وجود داره اینه که به نظر میاد اون لحظه است که جنسیت آدم براش مشخص میشه، یعنی اون لحظه است که اون حجاب ها فرو میریزه از فرد و بعد فرد متوجه میشه، انسان متوجه میشه که اصلا جنسیتی هم وجود داره و به نظر میاد سکشوالیتی هم از اونجا شروع میشه. یعنی به نظر میاد با یک تمایل و یک علاقه و یک شاید اسمشو بذارم وسوسه برای خوردن شروع میشه ماجرا، که اصلا معروفه که به این میگن تو فرهنگ مسیحیت بهش میگن اوریجینال سین، یعنی گناه نخستین و گناه اولیه، و اولین گناه از اینجا شروع میشه. بعد روی همین فضا جنسیت هم ایجاد میشه و بعد یعنی از خوردن شروع میشه به سکس و بعد اتفاقات بعدی که حالا ما داستانهاشو تا حدودی میدونیم. پس به نظر میاد که یه جورایی از همون ابتدا این که انسان بتونه انتخاب بکنه بین گزینه‌ها و در کنار قضیه وقتی خودش رو بتونه مهار کنه و مدیریت بکنه تو تاریخ بشر یه اهمیت خیلی خیلی جدی داشته. حالا این تو علوم شناختی این داستان چه شکلی پیدا میکنه؟ بذارید من برگردم یکم به قرن اخیر و راجع به چند داستان تو قرن اخیر براتون صحبت کنم. نمیدونم مارشملو تا حالا تجربه کردید یا نه. خب از این آشغالایی که بچه‌ها خیلی دوست دارن و علاقه‌مندن که بخورن و اینها، معروف به مارشملو. این مارشملو یه در واقع داستان خیلی جالبی پشتش هست که یه جوری برمیگرده به همین بحث ما توی کلاس. یه شخصی به اسم آقای والتر میشل 1968 اومده یه تستی انجام داده. تست چی بوده؟ اومده جلوی بچه‌ها یه مارشملوی گذاشته و گفته که من از اتاق میرم بیرون و بعد که برگشتم اگه مارشملو رو نخورده باشی یه مارشملوی دیگه هم بهت میدم. خب و داستان این شکلی شروع میشه. و سوال این بوده که بچه‌ها چقدر صبر میکنن برای مارشملو، یعنی چقدر صبر میکنن که مارشملو رو نخورن و صبر کنن که یکی بعدی رو بگیرن.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Okay. All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? بچه حدود 4 ساله هستن. سنشون حدود 4 سالگیه. بچه رو حدود 10 دقیقه توی سالن میذارم. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. خب، نکنید. بهم میگن تست مارشملو و تست خیلی خیلی جالبیه. داستانای مفصلی هم پشتش هست. اما یه نکته خیلی خیلی جالب در مورد ماجرای مارشملو وجود داره که باید من اشاره کنم بهش. خب گفتم که اینو یه شخص مثل والتر میشل 1968 انجام میده. خب و بعد حساب میکنه که بچه‌ها چقدر صبر میکنن. هر کدوم یه مقداری صبر میکنن. خب بعد از حدود 40 سال اینای والتر میشل هنوز زنده است. بعد حدود 40 سال میگه بیام برم ببینم اون بچه‌هایی که من تست میکردم کجا الان، خب دارن چی کار میکنن، وضعشون چجوریه، وضع شغلشون چیه و اینها، و نشون میده که بین دوره‌ای که بچه‌ها در 4 سالگی میتونستن صبر بکنن، 1 دقیقه بوده، 2 دقیقه بوده، 5 دقیقه بوده، و موقعیت شغلشون الان در سن 44 سالگی و درآمدشون و تحصیلاتشون یه ارتباط خیلی جدی وجود داره. یعنی میتونه نشون بده که به نظر میاد یه جورای رفتار بچه‌ها تو 4 سالگی حتی میتونه خیلی خیلی زیاد اتفاقات بعدی تو سن‌های بعد پیشگویی کنه. خب و اونجا خیلی خیلی جدی مفهوم ایجاد میشه که به نظر میاد که ما یک داستانی داریم به اسم سلف کنترل که خیلی خیلی در موفقیت بچه‌ها موثره. یعنی حتی به نظر میاد که
بیش از اون چیزی که ما برای توانایی پردازش‌های ذهنی و سرعت پردازش‌های ذهنی اهمیت قائلیم این قضیه اهمیت داشته باشه. یعنی اینکه ما فکر می‌کنیم که مثلا بچه‌هایی که خیلی زبر و زرنگن، خیلی مثلا سریع پردازش می‌کنن، خیلی سریع میتونن اطلاعات رو منتقل بکنن، لزوماً اینها موفق‌ترینن. در حالی که به نظر میاد در طولانی مدت مجموعاً بچه‌های موفق‌تر هستن که توانایی جدی در این دارن که میتونن تمایلات درونی خودشون رو کنترل کنن. همون توانایی که به نظر میاد حضرت آدم خیلی خوب نداشت. یعنی اگه بالاخره حضرت آدم توانایی داشته، ما الان اینقدر احتمالاً تو این کره خاکی مشکل نداشتیم. یعنی به نظر میاد این سلف کنترل از اول حیات خیلی یه نقش کلیدی و مهم داشته. خب طبیعتاً سوال پیش میاد که این سلف کنترل که ما داریم صحبت میکنیم کجا اتفاق میفته؟ ما چطور میتونیم تقویتش بکنیم؟ آیا تمرین های وجود داره که بشه این رو بهتر کرد؟ آیا این سلف کنترل، این مهار خود، از جنس یک مهارت یا از جنس یک انرژیه؟ چه فرقی میکنه؟ اگه مهارت باشه به طرف یاد میدید، بلده، انجام میده. اگر جنس انرژی باشه یعنی یه چیز منبع محدودیه، یعنی فردی مدار از این انرژی داره، اگه زیاد ازش وقتی استفاده بکنه چی میشه؟ تموم میشه. حتی اگرم اون کارو بلد بشه انگار نمیتونه این کارو انجام بده. خب کلی سوال راجع به سلف کنترل الان مطرحه و همه این سوالها جوابش کجاست؟ تو همین علوم شناختی که ما داریم میخونیم. یعنی دانش علوم شناختی، چه روانشناسی شناختیش، چه علوم اعصاب شناختیش، چه این در واقع آموزش و پرورش شناختی که شما الان درگیرش هستیم ایده از دوستان، همه اینها دارن تلاش میکنن با استفاده از فناوری‌های جدیدی که ما تو حوزه علوم اعصاب داریم، با استفاده از روش‌های مختلفی که ما برای سنجش داریم، با استفاده از روش‌های مختلفی که برای توانمندسازی داریم، بتونن مدیریت بکنن عملکردهای مختلف شناختی که من یکی از عملکردها رو اشاره کردم و گفتم که چقدر از حضرت آدم تا ما به نظر میاد که این توانمندی مهم بوده. خب و جالبه که تو همین چند سال اخیر تازه دارن آدم‌ها رو این قضیه بیشتر کار می‌کنن و اطلاعات راجع به این قضیه داره افزایش پیدا می‌کنه. مثلا چند سال اخیر ما می‌دونیم یواش یواش شناختیم که چه نواحی مغزی در این فرایند مهار خود نقش بازی می‌کنن. به نظر میاد که یه سری نواحی در جلوی پیشانی مغز یک نقش خیلی کلیدی بازی می‌کنن. این نواحی که ما بهشون می‌گیم نواحی بالایی طرفی قشر پیشانی مغز. به نظر میاد این نواحی خیلی نقش مهم و جدی بازی می‌کنن. در کنار قضیه به نظر میاد که نواحی هستن در عمق مغز. اینجا الان من اومدم از مغز یه برش اینجوری گرفتم و شما دارین یه برش از مغز رو دارین میبینید. نواحی در عمق مغز هستن که اتفاقا کارا رو خراب میکنن. یعنی اینا وقتی که زورشون زیاد میشه یه جورایی فرد دیگه نمیتونه سلف کنترل داشته باشه، خودش رو مهار بکنه. در حالی که اگر نواحی سطحی زورشون بیشتر باشه میتونه خودش رو کنترل بکنه. و به نظر میاد یه جورایی یه فرایند کنترل از بالا، طغیان از پایین وجود داره. یعنی از بالا این سیستم میخواد ترمز بگیره، در حالی که از پایین میخواد چه اتفاقی بیفته؟ یه جورایی این سیستم میخواد طغیان بکنه و میخواد اون کنترل رو بشکنه. خب رو این شروع کردن کارهای مختلف کردن. مثلا نشون دادن که اگر شما تمرین‌های X و Y و Z رو انجام بدید شکل نواحی جلوی بال پیشانی تغییر می‌کنه. مثال بگم خدمتتون، فرض کنین که نشون دادن که اونایی که می‌خوان سیگارشون رو قطع بکنن، خب انت از امروز تصمیم بگیرن که سیگار نکشن، به چی نیاز دارن؟ خب به این نیاز دارن که این ترمزه خوب کار بکنه دیگه، این سلف کنترل خوب بتونه کار بکنه. مطالعات نشون داده که اگر به این افراد قبل از اینکه تصمیم بگیرن سیگارشون بذارن کنار، خب مثلا اگه بگن از امروز سیگارتو بذار کنار، مثلا فرد 10% موفق میشه. خب بگن به جای اینکه سیگارتو کنار نذار، سیگارتو داری استفاده میکنی فعلا استفاده بکن، شروع کن یک ماه با دست غیر قالبت فقط بنویس. یعنی فرد مجبور بشه شروع کنه با دست غیر قالبش فقط بنویسه. یعنی شروع کنه هی رفتارهای خودش رو کنترل کنه و سعی کنه که از این دست استفاده نکنه، با دست غیر غالبش بنویسه. دیدن بعد از یه ماه، اگر حالا بعد از یه ماه بهش بگن حالا سیگار رو بذار کنار، مقدار موفقیتش در ترک سیگار دیدن 3 برابر بیشتره. یعنی دیدن اگر ما بیایم سلف کنترل رو تقویت بکنیم، به نظر میاد یه اتفاق جالب هم میفته و اون اینه که
این توانمندی سلف کنترل یه جورایی ترانسفرم میشه. یعنی یه جورایی نه فقط اگر من برای مثلا استفاده از دست غیر غالب ازش استفاده کنم، بلکه به نظر میاد وقتی اینجا قوی میشه جاهای دیگه هم داره کار میکنه. اصطلاحا میگن توانایی سلف کنترل به خصوص عملکرد نواحی پیشانی مغز به نظر میاد یه جورایی میگن دامین جنراله، یعنی خیلی اختصاصی برای حوزه خاص نیست. وقتی شما یه جای تقویتش میکنین یه جای دیگه هم میشه ازش استفاده کرد، در حالی که به نظر میاد فعالیت نواحی عمقی مغز یه جورای اختصاصیه. یعنی مثلا وقتی که شما دوست دارید غذا بخورید یه جایی از مغز داره کار میکنه، وقتی که مثلا فرض کنید که تمایل دارید مواد استفاده کنید یه جای دیگه، وقتی که اعصابتون خورده میخواین مشت بزنید تو صورت یکی چیکار میکنید، میگی که نه مشت نزنم، باز یه جای دیگه است که داره طغیان میکنه، در حالی که اونجایی که داره ساپرس میکنه و مهار میکنه تقریبا جاش یکیه. به خاطر این با تمرین ها میشه یه جورایی تواناییش و ظرفیتش رو زیاد کرد. خب اما گفتم اون برای قضیه مطالعات نشون میده که خودش به ذاته منبع محدود انرژیه و میشه یه کاری کرد که منبع انرژی محدود یه جورایی مصرف بشه و زود خالی بشه. خب چجوری؟ بذارید این مثال براتون بزنم، شاید باز یه مقدار قضیه شفافتر بشه. نگاه کنید وقتی که شما وارد یه فروشگاه مواد غذایی میشین، خب طبیعتاً توانایی سلف کنترلتون بهتر قوی باشه یا ضعیف باشه. فرض کنید که من از این ترولیا گرفتم دستم دارم میرم مثلا نوشابه مثلا خیلی خوشمزه میبینم، چی باعث میشه من نوشابه رو ور ندارم؟ مثلا میگم آخ مثلا چقدر نوشابه خوشمزه است، ولی میگم که نه برای سلامتیم خوب نیست. این کالباسای جدید که اومده چه عجب قیافه‌ای داره، این کالباسا رو بردم؟ میگه نه برای سلامتیم خوب نیست. یعنی میایم مهار میکنیم رفتار خریدنمون رو. خب کی دوست داره این مهار ما خوب کار نکنه؟ طبیعتا فروشنده دوست داره مهار ما خوب کار نکنه. سوال اینه که آیا فروشنده میتونه یه کاری بکنه که این منبع انرژی محدود ما اول فروشگاه جورای تموم بشه؟ چی کار مثلا میتونه بکنه؟ مثلا میتونه، دیدن مطالعات نشون داده که اگه بیان اول فروشگاه مثلا یه کیک شکلاتی خیلی بزرگ خیلی خوش قیافه از اینکه یه برش هم زدن تو چه سطح مقطعش هم میتونید ببینید خیلی خیلی جذاب و این هاست بذارن و یه بوی خیلی خوبی داشته باشه و فرد بیاد اول فروشگاه اینو ببینه بگه که واو چقدر این چیه، عجب قیافه، عجب تا حالا کیک به این خوشمزگی خوشبویی ندیدم. خب و بعد بره سراغش بگه که خب بخرم نخرم، یه لحظه قیمت نگاه کنه بگه آه مثلا کیلویی نمیدونم 3000 تومان مثلا، خب یه قیمت خیلی خیلی بالایی، بگه بخرم نخرم و تصمیم بگیره که با خیلی گرونه و اصلا دیگه واقعا دیگه انقدر نمیارزه مثلا. دیدن توی این کشمکش اول فروشگاه مقدار زیادی از اون توان کنترل فرد چی میشه؟ مصرف میشه. خب دیدن همین فرد که قبلا همیشه مثلا 50000 تومان خرید میکرد فروشگاه اومده، حالا وقتی وارد فروشگاه میشه دیگه بستنی، شیرینی، شکلات، هرچی هست دیگه چیه؟ اینا رو هی داره جمع میکنه ترولیش، یعنی هی داره دیگه اون کنترل جایی مصرف شده. حتی جالبه که خیلی از فروشگاه رو شما نگاه کنید چینش‌های جالبی دارن اول فروشگاه. اولا که شما از همه جا وارد فروشگاه نمیتونید بشید، ورودی فروشگاه ورودی ثابتیه. خب بعد که وارد فروشگاه میشید عموماً اول فروشگاه چیزاییه که شما دوست دارید بخرید ولی قرار نیست که بخرید. مثلا چی؟ مثلا یه برند جدید لپتاپ مثلا. خب مثلا لپتاپ جدید گذاشتن جلو، یا مثلا نمیدونم یه نمیدونم LCD نمیدونم 80 اینچ خیلی بزرگ، مثلا چقدر اینچ جالبه، چیزی که آدم دوست داره بخره ولی قرار نیست اونجا بخره. ولی همون اول شما یه مقدار چیکار میکنید؟ یه مقدار سلف کنترل رو اونجا مصرف میکنید. آخرش که به سوسیس کالباس های فروشگاه میرسید دیگه چیه؟ دیگه هرچی سوسیس کالباس و پنیر رو نمیدونم چربی و چیزای این شکلی هست راحت میخرید. میخوام براتون اینو بگم که چطور ممکنه که ما بتونیم حتی از این دانش جاهای عجیب غریب استفاده کنیم، جاهایی که به نظر میاد که خیلی هم تو نگاه اول به علوم شناختی مرتبط نیست. یعنی واقعا به نظر میاد هر جا شما انسان رو به عنوان یک عنصر تعیین کننده دارید، تو هر دانشی، تو هر حوزه ای از علم بشر که انسان به عنوان یک عامل تعیین کننده حضور داره، اونجا حتما علوم شناختی نقش بازی میکنه. دوستان گفتم مهندسی
صنایع، دوستان گفتن نمیدونم مدیریت، دوستان گفتن منابع انسانی، گفتن آموزش و پرورش، گفتن حتی دوستانی که روی کارهای مهندسی کامپیوتر کار میکنن. همه اینها یک نقش کلیدی توشون علوم شناختی بازی میکنه و دانستن علوم شناختی میتونه کمک بکنه برای اینکه بتونیم یه دید جدید راجع به این حوزه های دانشی داشته باشیم. خب خیلی داستان مفصلیه این انرژی، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، فقط یه نکته جالب بهتون عرض کنم. مدل این شکلیه که به نظر میاد ما یه ظرفیت محدود، یک در واقع بگم مثلا یه باک ثابت محدود از این انرژی داریم. خب اگر تمرینات خیلی منظم بکنیم تو بازه‌های زمانی اندازه این باک بزرگتر میشه. مثلا گفتم تمریناتی که ما مثلا دیدن اگه شما بیاین مرتبا پوستچرتون رو قامتتون رو تنظیم کنید، گوز نکنید هیچ وقت، خب دیدن اگر شما یه بار این کار رو بکنید اندازه این باکه زیادتر میشه. دیدن اگر شما فاینانشیال مانیتورینگ بکنید، یعنی چی کار بکنید؟ هر روز هر چی خرید میکنید بنویسید، سیستم مالیتون رو منظم کنید، ثبت بکنید کاری که میکنید، دیدن این اندازه این ظرفیت رو زیاد میکنه. خب پس تمریناتی وجود داره که در طولانی مدت میتونه اندازه اینو یکم زیاد کنه. اما از اون ور قضیه، بالاخره در اکثر آدم ها اندازه این اندازه ثابتیه. خب راههایی وجود داره که چیکار کنیم این مصرف بشه، سریع خالی بشه. راههایی وجود داره که فکر کنیم چیکار کنیم که این بیخود مصرف نشه. مثلا میگن به مدیران، میگن شما سعی کنید بیخود تصمیم گیری نکنید. مثلا اول صبح که میاین تصمیم نگیرید که مثلا این صندلی رو بخرم یا این صندلی رو بخرم. چرا؟ چون تصمیم گیری به شدت این منبع محدود رو خرج میکنه و مصرف میکنه، خب یه جوری خالیش میکنه. به خاطر این بعضی از آدمایی که تجربه مدیریتی دارن میگن مثلا یه جوری من مثلا تا ساعت 10 صبح هیچ کارم نکردم ولی اینقدر خستم که حساب نداره. چرا؟ چون از 8 صبح شروع کردم تصمیم گیری کردن، بچه‌ها پرسیدن که نمیدونم این پروپوزال رو پول بدیم یا ندیم، فلانی رو استخدام بکنیم یا نکنیم، حقوق فلانی رو 1000 تومان زیاد کنیم 1000 تومان زیاد، هی آدم 20 تا این تصمیم گیری رو از مثلا 8 صبح تا 10 صبح بکنه، دیگه چیزی توی اون قسمت کنترلی باقی نمونه. پس راههایی وجود داره که مصرف میشه و جالبه که اون برای قضیه راههایی وجود داره که این باکه یه جوری سری پر میشه. یادتون هست این هواپیمایی که ما تو آتاری داشتیم، اون قدیما بازی میکردیم، این میرفت اینجوری میرفت بالا، یه جاهای پمپ بنزین داشت، اون پمپ بنزین گرفت اینجوری چی میشد، بوغی میزد و چیه و پر میشد دوباره میرفت بالا و اینها، یادتون هست؟ به نظر میاد یه اتفاقاتی هم هستش که یه دفعه اینو پر میکنه. مثلا اینکه مثلا شما بعد از کلاس بگین که مثلا یکی مثلا بیرنگ مثلا بگین مثلا اختیاری عجب کلاسی بود، چقدر این کلاس خوبی بود، سری دلن اینجوری میکنی اون ظرفیت چی میشه؟ پر میشه. یعنی اگر یک کسی بیاد من بگه که منو تایید کنه، بگه چقدر خوب بود این، مثلا این کاری کردی تو چقدر خوب بود، سری این ظرفیت به نظر میاد میره داخلش پر میشه. از اون ور مثلا همه بگم مثلا واقعا اینم کاری تو اختیاری داری، واقعا مثلا یه شغل بهتری از این کارا مثلا وجود نداره، مثلا زندگی تو گذاشتی مثلا برای این کارا، آخه استعدادی هم نداری تو این زمینه ها، میدونی؟ یعنی دو تا کامنت اینجوری که از من بده، من احتمالاً دیگه هیچ توانایی برم مثلا سر سوپر، حتما هر چیزی که تو سوپرمارکت هست میتونم بخرم و بخورم. یعنی میخوام بگم که جالب دیده شده که حتی تو شرایط چطور میشه این رو پر کرد یا خالی کرد. همه این داستانا رو گفتم برای شما برای اینکه یکم راجع به این صحبت کنیم که علوم شناختی چقدر میتونه در زندگی آدم‌ها مهم باشه و در جنبه‌های مختلف نقش بازی کنه. خب این علوم اعصاب شناختی که ما میگیم انقدر مهمه، ما تو جهان کجا هستیم تو علوم اعصاب شناختی؟ یعنی فکر می‌کنین که مثلا تو صد و خورده کشوری که دنیا هست ما کجای دنیاییم؟ خب یه مجموعه هست مثل SJR میاد رنگ می‌کنه کشورها رو. من چند روز پیش نگاه کردم، گفتم بیایم تو نوروساینس، کاگنیتیو نوروساینس بین 1996 تا 2012 بیایم و چیکار کنیم ببینیم کجای داستان هست. خب طبق معمول آمریکا با 13960 تا مقاله رتبه 1 رو داره، بعد انگلیس، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ژاپن، استرالیا و سوئیس. شما ببینید این کشورهای اصلی هستند که تو این حوزه سرمایه گذاری کردن. ما توی این لیست 38مییم. توی دنیا چندمییم؟ 38مییم الان توی این لیست. خب از شیلی و بلغارستان اینها بالاتریم.
خب تو منطقه چندمیم؟ تو منطقه سومیم بعد از ترکیه و بعد از اسرائیل. جالبه که نگاه کنید اسرائیل، ما تقریبا 1/10 اسرائیل تولید حوزه علوم اعصاب شناختی داریم. تو در نظر بگیرید که جمعیت اسرائیل خیلی 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 کمتر از ماست و آره کشورهای دیگه منطقه هم خب بالاخره ما می‌بینیم تو منطقه خودمون می‌دونیم که واقعا خبری، یعنی بالاخره جنگ اصلی بین همین سه تا کشور اصلی، یعنی بالاخره اسرائیل و ترکیه و ایران. و جالبه که ببینید که فاصله هم چقدر زیاده. خب این اچ ایندکس یعنی این که چند تا مقاله هست، مثلا اچ ایندکس ایران که 14ه، یعنی 14 تا مقاله هست تو از ایران چاپ شده که 14 بارم حداقل بهشون ارجاع شده. وقتی میگه 53 اچ ایندکس اسرائیل، یعنی اینکه 53 تا مقاله حداقل اونجا هست که حداقل 53 بار بهشون ارجاع شده. یعنی خیلی عدد بزرگی. خب پس ما تقریبا تو دنیا اینجاییم. خب چرا؟ به خاطر اینکه واقعا همین سال گذشته ما کاری نکردیم، ولی امیدواریم اتفاقی بیفته که ما بتونیم یه تغییری تو این شرایط ایجاد کنیم و شما عملا این